حقی که خدای متعال برای امیرالمؤمنین قرار داده حق ولایت بر همه عالمه و همه موجودات هم کمالشون در همینه. میتونن از این مدار خارج بشن، اشکال نداره. اگر خارج شدن مدارشون میشه جهنم. همین آیه‌ای که خوندم، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دارل ببار جهنم. اگر به ما گفته تبعیت کنید و برای او حق سرپرستی گذاشته، محیط ولایت او محیط بهشته، به ما حق بهشت رفتن داده. مکرر من اینو عرض کردم که باطن درجات بهشت همین درجات ولایت امیرالمومنین، چیز دیگه ای نیست. نعم بهشتی تجسد اون ولایتن. بنابراین اگر برای او حق سرپرستی قرار داده، او رو نعمت قرار داده محیط ولایتش رو، اگر پذیرفتید وارد بهشت میشین. به ما اجازه خروج هم داده، عیب نداره. اگر خارج شدیم چه اتفاقی میفته؟ میشه بدل اون نعمت الله کفر. ببینید مقابل نعمت خدای متعال اینجا کلمه کفر رو قرار داده. خوب بود بگه بدل ایمان کفر، نه. این هم حقیقت ایمانه و هم حقیقت نعمت. نعمت بالاترین نعمت کلمه ایمان، مقابل نعمت کلمه کفر قرار گرفته. بدل اون نعمت الله، میشه این کارو کرد؟ یه عده این کارو کنن ما هم قبول کنیم، عیب نداره. چه اتفاقی میفته؟ همه عالم از مدار حق خودشون خارج میشه، ظلم به همه کائنات میشه. لذا عنایت کردید هر ظلمی تو عالم نوشته شده پای اونا می نویسن، نکتش همینه. چون هم محور عدالت رو تو عالم به هم زدن. امام کلمه عدله، درسته؟ طبق قرآن همینه دیگه. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. اون کلمه صدق و عدل امام داره. امام وقتی در رحم مادرش هست، رو پیشونیش رو بازوش این آیه حک میشه. وقتی شما اینو تغییر دادی، محور عدالت رو تغییر دادی. وقتی محور عدالت رو تغییر دادی دیگه همه چی به هم میخوره. اونا هم موازین دارن، نه اینکه ترازو ندارن. این نکته رو من زود بگم، عرضم رو جمع کنم، دیر شده جلسه. ببینید، نه اینکه دستگاه باطل موازین و ترازو نداره. ترازوش حق نیست، ترازوش خفیف و سبک. حالا انشالله اینو جلسه آینده عرض میکنم. وقتی شما مدار حق و قرار میدید، مدار عدالت رو عوض میکنید، بعد شما ترازو درست میکنید. جامعه بدون ترازو که نمیشه، ولی موازین دیگه میشه موازین باطل، موازین میشه موازین خفیف. این ادامه نداره. یه جایی محور این ترازوها به هم میخوره، همه موازین سبک میشن. فاما من خفت موازینه میشه. پس ببینید، حقی که از دست رفته چیز، حالا برای دوستان عرض میکنم، اینو روش تأمل بفرمایید. تو فلسفه حقوق، تو مبانی حقوق خیلی اثر گذاره. حق از همینجا شروع میشه. اینکه ما برای حضرت امیر حق حاکمیت قائلیم، میگیم حق او سرپرستی و ما باید تبعیت بکنیم. البته میتوانیم نکنیم، مجبور نیستیم. اون حقی که غصب شد این بود، حضرت حقی بود که خدا به او داده بود که به سرپرستی کند عالم رو. به وسیله سرپرستی او همه عالم به مقام قرب برسند، به مقام عبودیت برسند، با همه عالم خدا رو بندگی کند، همه اراده ها بشوند تحت فرمان او و منحل در اراده او، حلول به آستان او کنند و با حلول به آستان او مطهر بشن، به قرب برسن، از طریق او درجات معرفت رو پیدا، سیر در وادی ولایت او بکنن، که وادی ولایت او درجات معرفت، درجات قرب، درجات بهشته. مردم رو از این وادی نعمت و وادی جنت و درجات قرب و درجات معرفت دور کردن. بنابود همه تو بهشت معرفت باشن، همه در بهشت قرب باشن، همه از اخلاق حمیده برخوردار باشن، همه لذت از اخلاق حمیده ببرن. بردن تو وادی جهنم. حالا بعد عرض میکنم چه اتفاقی افتاد وقتی این حقوق مدارش عوض شد. دیگه مدار عدل تو عالم به هم خورد. هرچی حالا بگن مکتب مثلا عدالت، مکتب سوسیالیستی، عدالت مکتب رفاه تو سرمایه داری، مدار این ترازو ظالمانه است. عدل درستی، عدل تعادلی برای خود، تعادل اجتماعی درست میکنن، اما تو این تعادل اجتماعی مدار تعادل بر ظلمه. هیچ انسانی به حق خودش نمیرسه. اول حقی که انسان داره حق قربه. حالا انشاءالله عرض میکنم این مدار رو برگردوندن، جای این حق هم گذاشتن حق توسعه. امروز تو به تعبیر ادبیات امروز استکباریش، ادبیات گذشته ادبیات دیگری بوده. این اتفاقی است که افتاده.
یعنی حقی که غصب شده است حقی است که حق محوری است و همه حقوق ذیل او تعریف میشه. وقتی شما اونجا ظلم کردید به همه بشریت ظلم شد. حالا اینا چه کار کردن؟ به جای اینکه مردم بیان بپذیرن ولایت او رو، این حق ادا بشه و با ادا شدن حق خود ما به رشد و قرب برسیم، امام احتیاج به ما ندارد. حمل الناس علی اکتاف آل محمد، مردم رو اهرم بر علیه امام کردن. این اتفاقی است که افتاد. اینجاست که حضرت زهرا میان تو میدان برای اینکه مدار عالم رو برگردونن سر جای خودش، و این ظرفیت حضرت زهراست. هیچ کی دیگه نمیتونه این مدار آسیا رو برگه. حضرت دیدید در خطبه شقشقیه میفرمان محلی منها محل القطب من الرها، من قطب سنگ آسیا به عالم هستم. این وقتی تغییر کرد اصلا توی مدار دیگه ای میچرخه، یه کار دیگه ای میکنه. کی میتونه اینو برگردونه به مدار خودش؟ همه حرکت حضرت برای این است که اینو برگردونه رو مدار خودش و عدل در کل نظام آفرینش دوباره مستقر بشه.